در ویدیوی قبلی ما در مورد زندان زمین و مشکلات ما انسانها برای خروج از کره زمین صحبت کردیم. اما واقعا چی میشه اگه ما بتونیم در یه جایی خارج از کره زمین هم زندگی کنیم؟ مثلا سفر کنیم به کره ماه یا بریم مریخ زندگی کنیم؟ بعضیا میگن با وجود اینکه ما انسان‌ها رویای خارج شدن از کره زمین و زندگی در جاهای دیگه کهکشان رو در سر داریم، اما احتمالاً خیلی زودتر از اون که این رویا قابل تحقق باشه به دنیا اومدیم. نظر شما چیه؟ آیا ممکنه که ما در طول زندگیمون شاهد سفر به ماه یا مریخ و سکونت انسانها در اونجاها باشیم؟ خب معلومه که این پروسه زمان بره و ما همین الان نمیتونیم وسایلمون رو جمع کنیم و برای سفر راه بیافتیم. باید قبلش اونجایی رو که به عنوان محل زندگی در نظر میگیریم برای زندگی آماده کنیم. اما موضوع اینه که اگه قرار باشه زندگی و سفر در فضای خارج از کره زمین رو شروع کنیم، دیگه باید از همین امروز قدم اول رو برداریم و حداقل مقدمات سکونت و تسخیر کره ماه رو فراهم کنیم. چرا ماه؟ خب این درسته که زیر سطح قرمز مریخ آب یخزده وجود داره و وجود آب در مریخ اونو تبدیل میکنه به بهترین کاندیدای سفر و زندگی انسان در بیرون از کره زمین. اما مشکل اینه که ما تجربه زیادی در زمینه سفر و زندگی انسان در خارج از کره زمین نداریم و اگه قرار باشه برای اولین بار بخوایم این تجربه رو به دست بیاریم، شاید بهتر باشه از یه جای نزدیکتر به زمین، یعنی از ماه شروع کنیم. از دیگر مزیت‌های ماه اینه که ماه به اندازه 2 برابر مریخ از نور خورشید برخورداره، ضمن اینکه با یه سرعت خوب هم میشه 3 روزه به ماه رسید. خوبیش اینه که ما انسان‌ها تکنولوژی چنین سفری رو داریم. تازه هزینه احتمالیش رو هم حساب کردیم که بر طبق برآوردهای ناسا و چند تا مرکز علمی دیگه حدودای 20 تا 40 میلیارد دلار میشه. این مقدار هزینه خیلی هم زیاد نیست. تقریبا به اندازه مخارج ایستگاه بین‌المللی فضایی یا به اندازه مازاد بودجه آلمان در سال 2017. اگه ما بیایم هم از تکنولوژیمون استفاده کنیم و هم اون هزینه رو مصرف کنیم، میتونیم حدودای 10 سال آینده در ماه برای انسانها محل سکونت ردیف کنیم. البته نتیجه نهایی چنین پروژه‌ای دقیقاً مشخص نیست، اما به هر حال ماه بهترین جا برای گسترش تکنولوژی‌های جدید بشر و بهره برداری از یه عالم منابع انرژی نامحدوده و بهترین قدم اول برای سفر در فضای بیرون از کره زمین ایجاد یه پایگاه انسانی در کره ماه تا با استفاده از اون پایگاه بشه راحت‌تر به جاهای دیگه فضا و سیستم خورشیدی سفر کرد. اما پس چرا ما انسان‌ها این پروژه رو شروع نمی‌کنیم؟ اولین مشکل اینه که راضی کردن دولت‌ها برای یه همچین سرمایه‌گذاری طولانی مدتی که منافعش به آیندگان ما خواهد رسید، کار خیلی سختیه. بله، اینجا همون جاییه که ما باید موافقت کنیم که بکاریم تا آیندگان برداشت کنند. روی این حساب تا دولت‌ها با پرداخت چنین هزینه‌ای برای آیندگان موافقت نکنند، برداشتن قدم اول برای سفر به ماه و ایجاد پایگاه خیلی سخت به نظر میرسه. حالا بیایید فرض کنید که این مشکل وجود نداره و ما انسان‌ها می‌خوایم در کره ماه برای خودمون پایگاه درست کنیم. سوال اینه که برای ساخت پایگاه باید چیکار کنیم؟ منظورم اینه که اگه مثلا ما بخوایم از همین امروز تسخیر کره ماه رو شروع کنیم، قدم اول و دوم چیه و باید از کجا شروع کنیم؟ خب ما میتونیم از تاریخ درس بگیریم. در طول تاریخ تسخیر کردن یه جایی یا به عبارتی ایجاد یه پایگاه در یه جای جدید در 3 فاز یا به عبارتی در 3 مرحله انجام میشده. مرحله اول گشت و گذار و پیدا کردن محل مناسب جدید برای ساخت پایگاه یا محل زندگی بوده. مثلا در گذشته پادشاهان اروپایی همیشه به یه عده پول میدادن تا اونها برن جاهای جدید رو کشف کنن و اونجاها کمپ بزنن و پرچمشون رو به اهتزاز در بیارن و اینجوری اون مکانهای جدید رو به اسم خودشون بزنن.
البته در فاز اول اونجاها نمیموندن. در واقع فاز دوم پروژه ها این بود که در اون مناطق دوردست یه سری خونه و شهرک درست کنن که البته این مناطق جدید برای تهیه همه مواد اولیه مورد نیازشون به کشور اولیه اون تسخیر کننده ها کاملا وابسته بودند. واسه همین بود که بعضیا بعد از اینکه یه جای جدید رو کشف می‌کردن و در اونجا پایگاه موقت می‌ساختن، چون از پس ادامه دریافت حمایت و پشتیبانی از جانب کشور اولیه‌شون بر نمی‌اومدن، اونجا رو ول می‌کردن و می‌رفتن. اما بعضی دیگه‌ای که می‌تونستن هر اونچه که برای ادامه زندگی در محل جدید لازم دارن و با حمایت کشور اولیه‌شون فراهم کنن، سکونت دائمی در مناطق جدید رو شروع می‌کردن. شروع سکونت دائمی یعنی شروع سومین فاز از ایجاد پایگاه توی یه سرزمین جدید. در این مرحله است که تاجرا برای سرمایه گذاری به این مناطق جدید میان و به دنبال اونها هم کارگرها برای کار کردن در این مناطق تازه تسخیر شده به اونجاها مهاجرت میکنن و همگی اونها در جهت کسب ثروت و فرصتهای جدید برای خودشون و خانوادهشون به تلاش و زندگی در این مناطق جدید ادامه میدن و در طی این پروسه خیلی ها هم یه عالمه از پول به دست آوردهشون رو به کشورهایی که از اونجاها اومده بودن میفرستن. به نظر میاد برای ایجاد پایگاه و محل زندگی در کره ماه هم ما باید از همین سه فاز عبور کنیم. فرقش اینه که این بار چون کسی به عنوان ساکن اصلی و اولیه در ماه زندگی نمی‌کنه، لازم نیست که ضمن ایجاد پایگاه میلیون ها نفر از ساکنان اصلی و بیگناه اونجاها رو هم بکشیم و از سر راه برشون داریم. در این مسیر مشکل ما با خود ماهه، چون کره ماه یه جای راحت و دلخواه برای موجودات زنده نیست. به عبارت دیگه ماه دقیقاً جایی نیست که ما بتونیم توش نیازهای اولیه زندگیمون از جمله هوا، آب و غذا رو به راحتی تامین کنیم. ما انسان‌ها برای نفس کشیدن به هوا احتیاج داریم، اما در اطراف ماه تقریباً هیچ هوایی وجود نداره. یعنی ما اتمسفر درست حسابی نداره. یعنی ما در اونجا نه تنها باید قید هوای تنفسیمون رو بزنیم، بلکه باید حواسمون باشه که دور تا دور ما هیچ سپری که بتونه جلوی اشعه های زیانبار خورشید رو بگیره هم وجود نداره. خب ما میدونیم که زندگی برای زمین امن‌تره، چون میدان مغناطیسی دور زمین به همراه لایه‌های مختلف اتمسفر زمین جلوی رسیدن اشعه‌های زیانبار خورشید و همینطور رسیدن شهاب سنگ‌ها به زمین رو می‌گیرن و نمی‌ذارن اشعه‌های زیانبار خورشید به بدن‌های نحیف و حساس ما برسن و ما رو بیمار کنن یا از بین ببرن. اما از اونجایی که دور تا دور کره ماه میدان مغناطیسی درست حسابی یا لایه هایی از هوا و گازهای مختلف نیست که اونها بتونن جلوی رسیدن اشعه های مضر خورشید به سطح ماه و همچنین جلوی افتادن شهاب سنگ ها رو روی سر و کله ما بگیرن، پس باید در مسیر رفتن به ماه برای مقابله با چنین خطراتی هم حسابی خودمون رو مجهز کنیم. در غیر این صورت اشعه های مضری که به همراه طوفان های خورشیدی به سطح ماه میرسن و میزان اونها 400 برابر بیشتر از حد اکثر حد ایمنه، حتی با وجود داشتن لباس فضایی میتونن در مدت 10 ساعت صدمات شدید و جدی رو به بدن ضعیف و نحیف ما وارد کنن و ما رو به کشتن بدن. مشکل دیگمون اینه که در ماه روزها و شبها هر کدوم تقریباً به اندازه 14 روز زمینی طول می‌کشد. تازه با وجود اینکه نور خورشید به کره ماه میرسه، اما به این دلیل که جوی دور ماه وجود نداره، روزها در کره ماه روزهای روشنی هم نیستن. یعنی با وجود اینکه خورشید داره به ماه میتابه، روزها در اونجا تقریبا تاریکه. بعد در طی روزها میزان گرما در مناطقی از ماه به 121 درجه سانتیگراد میرسه. یعنی هوا اونقدر داغ میشه که هر آبی که در سطح ماه قرار داره رو به راحتی بخار میکنه. و در شب‌های طولانی ماه میزان سرما میتونه به منفی 229 درجه سانتیگراد برسه، سرمایی که به راحتی میتونه قدرت ادامه زندگی رو از ما انسان‌ها بگیره.
ما برای اینکه بتونیم در چنین آب و هوایی دووم بیاریم، باید حواسمون باشه که خونه های فضاییمون، ماشین های فضاییمون و همینطور لباس های فضاییمون رو یه جوری بسازیم که بتونن در هوای بسیار سرد و در هوای بسیار گرم کمکمون کنن و کاربردی و به درد بخور باشن. مسئله بعدی ما گرانش ماهه. در واقع گرانش ماه به اندازه 1/6 گرانش زمینه. وقتی میزان گرانش این همه کم بشه، باعث میشه که استخوان‌ها و ماهیچه‌های بدن ما ضعیف بشن. ضمن اینکه میتونه عملکرد سیستم عصبی و مغزی و همچنین سیستم قلبی و عروقی ما رو هم تغییر بده. بدتر از همه این که سطح روی ماه پوشیده از یه لایه از سنگ و مواد معدنی و شیشه و گرد و غبار ناصاف و برنده و ریزه که بهشون میگن سنگ پوشه. عمق سنگ پوشه ماه در مناطق مختلف میتونه بین 4.5 تا 9 متر باشه. این سنگ پوشه، یعنی همین خاک ماه، حالت مغناطیسی هم داره و به همه چیز میچسبه. به لباس‌های فضانوردی، به پوست دست و ماشین‌ها و ربات‌ها. حتی میگن این خاک برای فضانوردانی که قبلاً به اونجا رفته بودن هم حساسیت ایجاد کرده بوده. و از اونجایی که توی خاک ماه شیشه و ذرات تیز وجود داره، وارد شدن سهوی اون به دهان و بینی میتونه برامون درد سرساز بشه. به هر حال کلن شرایط خاک ماه به شکلیه که کار ما رو برای کندن زمین و ساختن خونه و مدرسه و چیزای دیگه حسابی سخت میکنه. آره، رفتن به ماه کار سختیه، ولی خب سخته که سخته، ما آدم ها هم مرد کارای سختیم. مهم اینه که توی ماه آب وجود داره، اونم به شکل‌های مختلف. در ذرات ریز خاک ماه، در درون شهاب سنگ‌هایی که به سطح ماه برخورد می‌کنن و در بین مولکول‌های گازی پراکنده در اطراف ماه. علاوه بر این که ممکنه در اثر واکنش‌های شیمیایی بین مولکول‌های حاوی اکسیژن و هیدروژن در ماه هم آب به وجود بیاد. به هر حال در بررسی‌هایی که اخیراً توسط تلسکوپ سوفیای ناسا انجام شده، وجود مولکول‌های آب در یکی از بزرگترین دهانه‌های دائماً در سایه قطب جنوب ماه تایید شده. ضمناً میگن یه بخشی از خاک ناهموار و سنگ‌پوش ماه متشکل از اکسیژنه، یعنی اکسیژن به صورت ترکیب شده در ترکیباتی چون اکسید آهن، اکسید آلومینیوم، اکسید تیتانیوم و اکسید سیلیکون در خاک ماه وجود داره. خب پس میشه این اکسیژن رو استخراج کرد و از اون برای به دست آوردن آب، هوای تنفسی و همینطور سوخت راکت استفاده کرد. که البته برای اینکه بشه به اون اکسیژن دست پیدا کرد، باید بتونیم سنگ پوشه ماه رو تا 815 درجه سانتیگراد گرم کنیم. این یعنی باید یه ماشین هایی به ماه بفرستیم که بتونه این کار رو برامون انجام بده. خوبیش اینه که ما آدم ها قبلن گشت و گذارهامون به ماه رو انجام دادیم و حساب کتابامون رو کردیم و میدونیم که این پروژه قابل انجامه. یعنی ما میتونیم سرزمین ماه رو تسخیر کنیم. فاز اول این پروژه، یعنی گشت و گذارهای ما آدمهای زمینی برای پیدا کردن یه سرزمین جدید در فضا، تقریبا از 60 خورده ای سال پیش با ماموریت آپولو 11 و سفر به ماه شروع شد. از اون موقع هم ماهواره هایی چون مدارگرد آمریکایی شناسایی ماه از ماه نقشه برداری کردن و دستگاه ها و ماشین های خودکاری چون یوتو حسابی سطح ماه رو برای پیدا کردن آب، یخ و فلزات گشتن و از ترکیبات خاک ماه اطلاعات جمع کردن. این یعنی فاز اول تسخیر سرزمین ماه کم و بیش تکمیل شده و ما اون چیزایی که برای شروع فاز دوم باید بدونیم رو میدونیم. در فاز دوم، فضانوردا باید ساخت پایگاه موقت رو شروع کنن. این مرحله میتونه از همین امروز هم شروع بشه. برآوردها میگن پایگاه اولیه تا 10 سال میتونه کامل بشه و اولین ملتی که این پایگاه رو بسازن، حکم همون کسانی رو دارن که 500 سال پیش پایگاه‌های سرزمین‌های جدید رو ساختن. فرستادن راکت به ما خیلی گرون تمام میشه، واسه همین باید تا جای ممکن سبکتر سفر کنیم. مثلا بیشتر از 12 تا مسافر اونجا نفرستیم و اولش برای محافظت از مسافرها، یعنی همون فضانوردا،
در برابر اشعه‌های خورشید، بهتره که اونها رو توی پناهگاه‌های طبیعی جای بدیم. مثلا توی غارها یا توی تونل‌های زیرزمینی ایجاد شده توسط گدازه‌های آتش‌فشانی، یا اونها رو در دهانه‌های نزدیک به قطب‌های ماه جای بدیم که در اونجاها تابش نور خورشید مایل و ملایمه و طول روزها به 6 ماه میرسه. چون اون اولاش وقتی که شب فرا برسه فضانوردا دیگه نمیتونن اونجا بمونن، چون صفحات خورشیدی که اونها با خودشون به ماه بردن شبها دیگه نور خورشید رو دریافت نمیکنه و قادر به تولید برق نیست. بنابراین در مدتی که پایگاهشون توی سایه است و نور خورشید بهش نمیتابه، همگی برمیگردن به زمین. یعنی هر بار بین مأموریت‌هایی که انجام میدن پایگاهی رو که توی ماه ساختن رها میکنن و زمانی که نور خورشید برگرده دوباره تلاششون رو شروع میکنن تا در نهایت مقدمات سکونت دائمی بشر در ماه رو فراهم کنند. کسی نمیدونه اولین ملتی که به این منظور پا به کره ماه میذاره چینی‌ها هستن یا آمریکایی‌ها یا روس‌ها یا هندی‌ها یا حتی ممکنه کمپانی‌های خصوصی چون اسپیس ایکس و بلو اورجین بتونن این موفقیت رو به دست بیارن. این چند تا گروه تا حالا تحقیقات زیادی در این زمینه انجام دادن و پول‌های زیادی در این راه خرج کردن. اما به هر حال اولین گروهی که برای ساختن پایگاه موقت به ماه میره باید متشکل از دانشمندا و مهندسان و کسانی باشن که برای ترکیبات سطح ماه مطالعه میکنن، یا از جمله کسانی باشن که بازمایش‌هاشون میتونن روش‌های استفاده از مواد موجود در ماه رو پیدا کنن. یعنی مثلا اونایی که میتونن یخ موجود در ماه رو تصفیه کنن و آب شرب آدمهایی رو که اونجا هستن تامین کنن. البته موضوع فقط تهیه آب برای نوشیدن هم نیست. در اونجا برای انجام یه سری کارهای دیگه هم به آب نیازه. مثلا برای پرورش گیاهان به منظور تهیه غذا، یا برای باتری‌های سوخت هیدروژنی که از اونها برای ذخیره انرژی استفاده میشه و این باتری‌ها میتونن به فضانوردا کمک کنن که اونها بتونن برای مدت طولانی تری توی پایگاه‌ها بمونن و در شب‌های طولانی سکونت در ماه انرژی قابل مصرف داشته باشن. از همه مهمتر این که آب میتونه به اکسیژن و هیدروژن تقسیم بشه و سوخت راکت به ما بده. کره ماه هم مثل کره زمین یه مدارها یا یه مسیرهایی داره که ماهواره‌ها در اون مسیرها میتونن به دور کره ماه بچرخن. حالا ناسا تصمیم داره در مدار ماه یه ایستگاه فضایی برای فضانوردا بسازه. یه چیزی تو مایه‌های ایستگاه فضایی بین‌المللی که الان داره در مدار زمین به دور زمین میچرخه. اگه این پروژه انجام بشه ایستگاه فضایی ماه تبدیل میشه به دروازه‌ای به سوی سیارات دیگه منظومه شمسی. با توجه به مدار ماه این ایستگاه در نزدیکترین مکانش به سطح ماه در ارتفاع 3000 کیلومتری قرار میگیره و در دورترین مکانش نسبت به ماه در ارتفاع 70000 کیلومتری سطح ماه قرار میگیره و 7 روز طول میکشه تا یک دور کامل به دور ماه بزنه. اونجا قراره تبدیل بشه به ایستگاهی برای پیاده شدن فضانوردا و از همین ایستگاه هم فضانوردا میتونن به سطح ماه رفت و آمد داشته باشن. تازه از مدار ماه میشه استفاده های بیشتری کرد، مثلا با برداشت آب از ماه و قرار دادن اون در انبارهایی در مدار ماه میشه از اون انبارها برای تامین سوخت مأموریت های علمی سفر به مریخ و جاهای دیگه استفاده کرد، چون در مقایسه با مدار زمین قرار دادن سوخت در مدار ماه بسیار ارزان‌تر و راحت‌تر تمام میشه. این یعنی ایجاد پایگاه و محل سکونت در مریخ باید از ایستگاه ماه شروع بشه. اما با وجود همه این کارها بازم هنوز ماه جای سکونت دائمی نشده، چون مثلا ممکنه بودجه این ماموریت ها قطع بشه و خیلی راحت کار بخوابه. برای اینکه به فاز سوم تسخیر ماه یعنی سکونت دائمی در اون برسیم باید با صادرات از ماه به زمین در ماه به خودکفایی برسیم. اینجاست که پای پیمانکارا و تاجرا و کارگرا میاد وسط و اونها میان که از منابع ماه بهره برداری کنن و با خدماتی که انجام میدن به دارایی و ثروت برسن.
اونها میتونن فلزات گرانبهای رها شده در دهانه ها رو استخراج کنن. فلزاتی چون تیتانیوم، پلاتینیوم، طلا، نقره و اورانیوم یا میتونن مواد اولیه موجود در سنگ های ماه رو استخراج کنن. مثلا یه احتمال امیدوار کننده اینه که بشه از اونجا هلیوم 3 استخراج کرد. ایزوتوپی از هلیوم که میتونه در راکتورهای همجوشی هسته‌ای مورد استفاده قرار بگیره و خیلی هم روی زمین نایابه، چون هلیوم 3 از تابش‌های رادیواکتیو خورشید به دست میاد و اتمسفر زمین نمیذاره تابش‌های مضر خورشید به زمین برسن. اما چون در اطراف کره ماه گازها به صورت پراکنده و خیلی نازک حضور دارن، در طی میلیون ها سال تابش های خورشیدی یه عالمه هلیوم 3 توی ماه جمع شده که ما میتونیم از اون برای به دست آوردن انرژی پاک استفاده کنیم. هلیوم 3 خیلی ارزشمنده. فقط یک اونس از اون که تقریبا میشه 28 گرم 40,000 دلار ارزش داره. همین الانم مأموریت اکتشاف ماه چین به دنبال همین ایزوتوپه. استعمارگران ماه ممکنه بتونن هلیوم 3 رو به زمین برگردونن تا با استفاده از اون انرژی همجوشی ارزان و تمیزی برای انسانها فراهم بشه. گذشته از منابع موجود در خاک ماه، میشه سنگ‌های فضایی رو هم به مدار ماه کشوند و منابع اونها رو استخراج کرد و در نهایت با تجارت و صادرات اونچه که از ماه به دست میاد به زمین، کره ماه کاملا در فاز سوم استعمارش قرار میگیره، خودکفا و از نظر اقتصادی مولد. در صورت ادامه رشد تجاری و اقتصادی در ماه، از مواد موجود در خود ماه میشه استفاده کرد و باهاش پروژه های ساختمانی راه انداخت. خوشبختانه خاک ماه تمام مواد لازم برای ساخت بتون رو داره. میشه با استفاده از ابزارهای خودکار استخراج منابع معدنی خاک ماه رو الک کرد و مولکول‌ها و ترکیبات عالی حاوی کربن خاک ماه رو جدا کرده و از اونها برای ساختن سازه‌های بزرگی استفاده کرد که اندازه اونها خیلی بزرگتر از اونیه که بشه از زمین آوردشون. در این حال با استفاده از پیشرفت‌هایی که در چاپ سه‌بعدی به وجود اومده، گروه اعزامی ما به ماه میتونن تقریبا همه اون ابزارها و وسایلی رو که بهشون نیاز دارن خودشون تهیه کنن. این که از الان بتونیم پیش بینی کنیم که چه وقت کره ماه میتونه روی پاهای خودش وایسه و هیچ وابستگی به زمین نداشته باشه کار خیلی سختیه. اما بالاخره یواش یواش رشد و توسعه زندگی در ماه بیشتر میشه. به مرور آزمایش ها کمتر میشن و صنعت جاشونو میگیره و تعداد جمعیت ماه هم کم کم به صدها نفر میرسه که دیگه همه اونها فقط دانشمند نیستن. مهندسها، خلبانها، پیمانکارها و نماینده کشورها و شرکتهای مختلف در بین جمعیت ماه زیاد پیدا میشن. البته اینو هم بگم که درسته که الان یه سری از آدما به شدت در تلاشن که اولین کسانی باشن که ماه رو تسخیر کرده و به منابع اون دست پیدا میکنن، اما هر کدوم هم که موفق بشن مالک ماه نمیشن، چون بر طبق تصمیمی که سازمان ملل در سال 1968 میلادی گرفته، هیچ کس نمیتونه در مورد اجرام فضایی اعلام مالکیت کنه، چون چنین ادعایی میتونه یه عالم درگیری و حتی جنگ بین ملت‌ها ایجاد کنه. خلاصه این که در نهایت از بین افراد جمعیت ماه، بعضیاشون به پیشرفت‌های بزرگی دست پیدا خواهند کرد. پیشرفت‌هایی که ربطی به علم نداره و اجتماعیه. منظورم اونهایی هستن که با همدیگه صاحب اولین فرزندان غیر زمینی میشن، بچه هایی که در ماه به دنیا میان. در طول تاریخ همیشه تولد اولین فرزندان کسانی که به تازگی یه جایی رو تسخیر کرده بودن به عنوان لحظه ی ریشه گرفتن بذر جامعه جدید جشن گرفته میشده. چنین اتفاقی یعنی دیگه ماه یه محل کار برای دانشمندا و مهندسا نیست، بلکه الان دیگه یه جایی برای زندگی و تشکیل و گسترش خانواده است.
وقتی بچه ها در این پایگاه های دائمی متولد بشن، جامعه جدید به سرعت شروع به رشد میکنه و همه شرایط لازم برای حمایت از جمعیت رو به رشد فراهم میشه. یعنی خونه های بیشتر و مزرعه های بیشتری هم ساخته میشه و هرچی اجتماع و محل سکونتمون بزرگتر میشه، تکنولوژی های بیشتری هم برای پایداری بیشتر اون اختراع میشه. مثلا ممکنه تجهیزاتی برای بازیافت دیوکسید کربن اختراع بشه یا ممکنه راهی پیدا کنن که با یه ذره آب بشه یه عالمه گیاه پرورش داد، یا اونها ممکنه بتونن یه راهی پیدا کنن که از طریق اون 100% زباله هاشون رو بازیافت کنن. تکنولوژی که برای کره زمین هم میتونه خیلی مفید و به درد بخور باشه. شاید هم بتونن اولین آسانسور فضایی سیستم خورشیدی رو اونجا بسازن. آسانسوری که باهاش بشه سفینه های فضایی، فضانوردان و مواد خام رو به مدار ماه برد و برگردون، بدون اینکه اصلا احتیاج به راکت باشه. شاید الان تصورش مشکل باشه، اما اگه همه چی خوب پیش بره، ماه میتونه به یه قطب اقتصادی بزرگ تبدیل بشه. کار که به اینجا بکشه دیگه معلوم نیست که چه کسانی صاحبان و ساکنان کره ماه خواهند بود. یا نمیشه فهمید که آیا اولین کسانی که توی ماه به دنیا بیان میتونن ملیت والدین خودشون رو داشته باشن یا نه، کسانی که اونجا به دنیا میان باید جزئی از ملت ماه محسوب بشن. کسی نمیدونه که در اون زمان ممکنه بین ساکنان ماه و ساکنان زمین چه قراردادهایی رد و بدل بشه و آیا ممکنه که ساکنان ماه از کره زمین اعلام استقلال کنن؟ هر اتفاقی که بیفته، بالاخره ماه یه جایگاه مناسب برای اینه که ازش به عنوان اولین قدم برای تسخیر سیستم خورشیدی استفاده بشه و پروژه سکونت در ماه میتونه ملت‌های مختلف رو با هم متحد کنه. ضمن اینکه اگر هر زمانی قرار باشه اتفاق بدی برای کره زمین بیفته، کره ماه تنها گارانتی ما برای بقای نسلمونه. و بالاخره اگه قرار باشه یه روزی ما انسان‌ها بخوایم در جاهای مختلف کهکشان راه شیری پایگاه‌های دائمی بزنیم و اونجا زندگی کنیم، باید این استعمار فضا و جایگزینی رو از یه جای شروع کنیم. بهترین جا برای شروع کره ماهه. مرسی از اون دوستانی که تا اینجا با من همراه بودن و خیلی ممنون از اون عزیزانی که با لایک، شیر، سابسکرایب و کامنت در انتشار هرچه بیشتر ویدیوهای این کانال سهیم هستن. شب و روز همگی خوش.